ادامه خبرها از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نگرانی عمیق خود را از افزایش موج اعدام‌ها در ایران ابراز کرد و خواستار توقف اعدام‌ها در ایران شد. سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل طی یک نشست خبری در ژنو پیرامون اعدام‌ها در ایران گفت: ما نسبت به افزایش اعدام‌ها در ایران از شروع سال جاری تا کنون عمیقا نگران هستیم. طی فقط دو هفته حداقل 80 نفر در ایران اعدام شدند. برخی منابع معتبر اشاره کردند که این ارقام ممکن است به 95 نفر هم برسد. سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد افزود: شمار زندانیان مخفیانه اعدام شدند و حداقل 7 نفر در سال جاری به طور علنی و در ملأ عام اعدام شدند. ما به طور خاص نسبت به اعدام مخفیانه هادی راشدی و هاشم شعبانی عموری که هر دو عضو جامعه عرب ایرانی در اهواز هستند نگران هستیم. این دو تن به اتهاماتی تحت عنوان محارب و فساد روی زمین و اقدام علیه امنیت رژیم ایران محکوم به اعدام شدند. آنها دسترسی به وکیل نداشتند و بنا به گزارشات در معرض شکنجه و اعتراف های اجباری قرار گرفتند. سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد افزود: تشدید اعدام ها از جمله اعدام زندانیان سیاسی و افراد وابسته به اقلیت های قومی در نیمه دوم سال 2013 قابل توجه بوده است. در سال 2013 حداقل 500 نفر در ایران اعدام شدند که 57 نفرشان در ملأ عام بوده است. بنا به برخی گزارشات این رقم ممکن است به 625 نفر هم برسد. این مقام سازمان ملل گفت: ما از حکومت ایران می‌خواهیم تا سریعاً اعدام‌ها را متوقف کند و یک مهلت قانونی برای این کار اعلام نماید. دبیر کل و گزارشگر ویژه در حقوق بشر قرار است که گزارش‌هایشان را در جلسه 25 شورای حقوق بشر در هفته‌های آینده ارائه کنند. خبرگزاری رویتر در گزارشی پیرامون اظهار نگرانی سازمان ملل از افزایش موج اعدام‌ها توسط رژیم آخوندی نوشت: افزایش اعدام‌ها در ایران انتظارات ملل متحد برای رفرم توسط کابینه روحانی را از بین برده است. رویتر افزود: روز جمعه ملل متحد اعلام کرد امسال تا همینجا حداقل 80 تن و چه بسا 95 تن در ایران اعدام شدند. این یک افزایش ناگهانی در استفاده از مجازات اعدام است که امید به اصلاح حقوق بشر تحت حکومت روحانی را از بین برده است. سخنگوی حقوق بشر ملل متحد در یک کنفرانس خبری گفت: طی 7 هفته گذشته اعدام ها افزایش یافتند و دولت جدید رویکرد خود را نسبت به مجازات مرگ تغییر نداده است. تلویزیون الجزیره نیز در گزارش پیرامون نگرانی سازمان ملل در رابطه با افزایش اعدام ها در ایران گفت: دفتر حقوق بشر سازمان ملل گفت دست کم 80 نفر شامل دو فعال از اقلیت عرب در سال جدید در ایران اعدام شدند. الجزیره افزود اکثر اعدام‌ها در ایران با طناب دار انجام می‌شود که نقض قوانین بین‌المللی است. سخنگوی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد: ما به شدت نگران موج افزایش یابنده اعدام‌ها در ایران از ابتدای امسال هستیم. او گفت: ما متأسفیم که دولت جدید هم سیاست خود را در قبال اعدام‌ها و اعمال قانون اعدام بر طیف گسترده‌ای از جرائم اعمال می‌کند. رژیم آخوندی در حراس از اوج گرفتن قیام‌های مردمی اقدام به برگزاری مانورهای نوبه‌ای تحت عنوان رزمایش بیت المقدس در استان‌های آذربایجان غربی، هرمزگان و یزد کرد. یکی از سرکردگان بسیج ضد مردمی هدف از برگزاری این مانورها را دفاع از کوی و برزن و کنترل معابر وصولی و دفاع از مراکز حساس اعلام کرد. هیل، نشریه رسمی کنگره آمریکا، نوشت یک مقام رسمی آمریکا گفت تحریم نفتی رژیم ایران احتمالاً به قوت خود باقی خواهد ماند، حتی اگر 5+1 به یک توافق نهایی با رژیم ایران بر سر برنامه اتمی آن برسند. هیل افزود بنا به گفته سرویس‌های خبری، این مقام که نخواست نامش فاش شود گفت
انتظار می‌رود حتی اگر توافقنامه جامع به دست آید، تحریم نفتی آمریکا علیه رژیم ایران به قوت خود باقی بماند. به نوشته نشریه رسمی کنگره آمریکا، توافق موقت بین رژیم ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 شامل یک فرصت 6 ماهه برای توافق جامع است. در این میان آمریکا برخی از تحریم‌های بین‌المللی علیه رژیم ایران را کاهش داده است. این در حالی است که رژیم ایران موافقت نموده علاوه بر چیزهای دیگر گسترش برنامه اتمی خود را محدود کند. برخی از اعضای کنگره در مورد مذاکرات مضمون بوده همکاران خود را تحت فشار قرار دادند که از طریق افزایش تحریم‌ها به این رژیم فشار آورند. ممکن است که اگر مذاکرات شکست بخورد ماشه این تحریم‌ها زده شود. ضرب‌العجل توافقنامه در ماه ژوئیه خواهد بود.